خانم اسپرس حلیمی، من میبینم که شما این سه روز دادگاه رو اینجا بودید. پرسجویی که کردم، خب شما از خانواده جانباختگان کشتار 67 و اعدام های دهه 60 نیستید، اما خیلی پیگیر این سه روز رو اینجا بودید. چه انگیزه باعث شد که اینجا باشید؟ من همیشه الان میگم 34 ساله تو سیدم، 34 ساله هر اتفاقی که تو راجع به ایران باشه من اونجا هستم، چون برای اینکه برم با مردم ایران، هرچند که دور از وطنم، ولی همیشه برای مردم ایران، به خصوص به نسل آینده، بچه های ایران فکر میکنم که ما باید این جنایتکاران رو هر کاری که میتونیم بکنیم انجام بدیم که این جنایتکاران معرفی بشن و به احساسای اعمالشون برسن که بتونیم کشوری رو داشته باشیم که همه درش آزادی چه گرنستار، که همه به هم دیگه احترام بذارن، آزادی دارای محدودیتی که به هم دیگه احترام داشته باشه، برای اون تلاش میکنم. من از نهاد مردمی هستم، جزء هیئت امنای نهاد مردمی هستم، همیشه هم برای مردم ایران تلاش کردم. چه حسی دارید الان که اینجا بودید و این سه روز که گذشت؟ اصلا نمیدونید، باور نمیتونید بکنید. اینقدر خوشحالم که الان تمام گروه های مختلف برای یه هدف، به خاطر یه هدف دور هم جمع شدن. فقط آرزو میکنم، خیلی احساس خوشحالیه که برای ایرانم همین گروه ها دور هم جمع بشن، فوکوسشون به ایران باشه که بتونن فقط به ایران فکر کنن، نه به ایدئولوژی خودشون که مشکل سازه. ایران، بچه های ایران، آینده ایران.